مجلس نمایندگان ایالت آریزونای آمریکا با صدور بیانیه‌ای حمایتشون رو از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی ابراز کردند. برای بررسی مفاد این بیانیه و اهمیت اون همراه میشیم با پروفسور حسین سعیدیان، استاد و محقق علوم کامپیوتر در دانشگاه کانزاس. سلام میکنم خدمتتون دکتر سعیدیان. خیلی خوشحالم که تو این گفتگو شما رو همراه خودمون داریم. ابتدا میخواستم برامون یه توضیح مختصر بدین که جایگاه این مجالس ایالت‌ها در آمریکا چگونه است و چه تفاوتی با اون مجلس اصلی نمایندگان در واشنگتن داره. با سلام به شما یاسر عزیز و با سلام به همه بینندگان محترم برنامه ایران آزادی. خیلی خوشحالم که مجدداً خدمتون هستم. سیستم دولتی آمریکا بر اساس فدرالیسم هستش. در این فدرالیسم یا فدرالیسم به قول ما ایرانیا و بر اساس قانون اساسی آمریکا تقسیم قدرت بین دولت‌های ایالتی آمریکا و دولت فدرال آمریکا هستش. کنگره آمریکا که قبلا بیانیانشون رو دیدیم، قطعنامه‌هاشون رو دیدیم، شاخه قانونگذاری دولت فدرال آمریکا هستش. این کنگره از 2 مجلس تشکیل شده، مجلس سنا و مجلس نمایندگان. ولی هر ایالت هم دولت و کنگره و یا مجلس قانونگذاری های مخصوص به خود را داره، چه مسئول وضع قوانین برای اون ایالت هستش، مثل قوانین ایالتی در مثلا حوزه مالیات، تصویب بودجه، تایید رأی‌گیری ها، تایید استانداردها یا به قول خودشون گاورنرها و غیره. رابطه بین مجلس قانونگذاری و یا کنگره ایالتی و کنگره آمریکا اینه که هر دوشون، هر دو نهاد مسئول قانونگذاری هستن. یکیشون در سطوح ایالتی، اینا فعالیتشون در 2 سطوح مختلف هستش، یکیشون در سطوح ایالتی هستش و یکی دیگهشون در دولت فدرال. بیانیه‌ای که شما به اون اشاره کردید بیانیه رسمی مجلس نمایندگان ایالت اریزونا هستش و در حمایت از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای ایران آینده و حمایت از خواسته های مردم ایران برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک و سکولار و مبتنی بر جدایی دین و دین از دولت. اگه ممکنه برامون مقداری در تو همین بیانیه هم نکات مهمشو بگی دکتر سعیدیان، خودتون چطور دیدی؟ حتما، همطور که خدمتون عرض کردم این بیانیه یک بیانیه رسمی هستش در حمایت از آرمانهای مردم ایران برای تأسیس یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین از دولت. این بیانیه توسط آقای بن توما اعلام شد. آقای توما رئیس مجلس نمایندگان ایالت اریزونا هستش و خود ایشون از دست یک دیکتاتوری به آمریکا مهاجرت کرده و طبیعتاً به درد مردم ایران آشنا هستش. بیانیه مجلس نمایندگان اریزونا از قطعنامه 100 مجلس نمایندگان آمریکا که به تایید اکثریت مطلق اعضای کنگره آمریکا رسید حمایت میکنه و همچنین از طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی که اونا یک طرح دموکراتیک میدونه که شایسته حمایت همه مردم آمریکا هستش. این بیانیه‌شون تاکید میکنه، اگه تو به مزر خود بیانیه دو تا جمله رو میخونم که این خود کلمات باشه.
بیانیه مجلس نمایندگان اریزونا از قطعنامه صد مجلس نمایندگان آمریکا که به تایید اکثریت مطلق اعضای کنگره رسید حمایت میکند و طرح ده ماده‌ای یا یک طرح دموکراتیک میداند که شایسته حمایت مردم آمریکاست. و در جای دیگه ادامه میده که مردم ایران چه از آزادی های اساسی خود محروم شده اند، دیکتاتوری سلطنتی و استبداد دینی را همچنان که در شعارهای اعتراضی آنها مشهود است نفی میکنند. اینه که بیانیه همچنان تأکید میکنه روی شعارهای مردم ایران و نه بزرگ مردم ایران به هر نوع دیکتاتوری، چه دیکتاتوری ولایت فقیه و چه دیکتاتوری سلطنتی. به عبارت دیگه نمایندگان مردم اریزونا میگن که از خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک غیر اتمی و سکولار حمایت میکنن و این همون حمایتیه که قبلا همه شاهد بودیم که توسط اکثریت نمایندگان آمریکا در قطعنامه معروف شماره 100 نیز ابراز شده بود. بله دکتر سعیدیان، ممنون که اهمیت این رو به ما گفتین که هم قطعنامه 100 رو پشتیبانی کرده که در اون از 10 ماده خانم رجوی روش تاکید شده و همینطور تاکید بر دو عنصر شاه و شیخ که مرزبنده ایرانیان هست. اما من خواستم اهمیت این بیانیه تو صحنه سیاسی کنونی توی خارج کشور و همینطور نمایندگان آمریکا از مقاومت ایران رو چطور می‌بینی؟ در یک کلام به نظرم نشون دهنده اعتبار و اصالت مقاومت ایران در تموم صحنه ها هستش. حالا داریم به مورد آمریکا نگاه میکنیم، قبلا در مورد کنگره آمریکا بود، این دفعه درباره کنگره یک ایالت هستش. مقاومت ایران در 40 چند سال گذشته درگیر یک مبارزه همه جانبه و یک جنگ تمام عیار در عرصه های نظامی، سیاسی، حقوق بشری و دیپلماسی با دشمن مردم ایران، یعنی دیکتاتوری ولایت فقیه بوده که این مبارزه همچنین شامل افشای پروژه های اتمی رژیم، پروژه های تسلیحاتیش و افشای نیروهای تروریستی رژیم و همچنین گنجوندن سپاه تروریستی پاسداران در لیست های سیاه بوده. در این مسیرم بهای بسیار بالا داده، ولی هیچ وقت در این 40 سال از مواضع اصولی خودش، یعنی مرزبندی بسیار قاطع با هر گونه فرم دیکتاتوری، پایین نیامده. مقاومت ایران اعتبار بین المللی و اصالت ملی و میهنی و تاریخی خودش رو در عرصه یک چنین مبارزه سخت و دادن هزینه بسیار بالاست که تونسته کسب بکنه و این طبیعتاً برای همه صادق هستش. منظورم این که کیفیت پرداخت بها در مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه و قبل از اون هم با دیکتاتوری پهلوی نشون دهنده یک مسیر هستش و در این مسیر هستش که ماهیت هر نیرو و هر فرد رو با مواضعی که اعلام میکنه و با فعالیتاش میشه شناخت و میشه ارزیابی کرد. من قبلا هم اشاره کرده بودم که در دوران دیکتاتوری، مخصوصا دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه در ایران خودمون هستش، تنها معیار شناخت نیروها و اشخاص کیفیت مبارزشون هستش و مرزبندیشون، نه تنها
با نظام ولایت فقیه و جناهای اون، بلکه با نظام دیکتاتوری گذشته، یعنی نظام سلطنتی پهلوی. از منظر بین المللی هم همین معیارها هستند که معرف کیفیت نیروها و افراد در این صحنه مبارزه هستند. اینه که اگه میبینیم که مجلس نمایندگان اریزونا این بیانیه رو صادر میکنه و یا قبل از اون متوجه تشکیل گروه پارلمانی زنان ایرانی در کنگره آمریکا میشیم و یا نامه 130 نفر از اعضای کنگره به جوزف بورل برای لیست گذاری سپاه پاسداران در اتحادیه اروپا رو میبینیم و یا قبل از اون همطور که اشاره کردیم قطعنامه اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در حمایت از برنامه 10 ماده خانم رجبی میبینیم، فقط و فقط به خاطر اعتبار و اصالت و جدیت و حضور دائم مقاومت ایران در صحنه های سیاسی و بین المللی هستش. من اشاره‌ای به بعضی از حمایت ها در آمریکا کردم، همین حمایت ها را در اروپا و در جاهای دیگه هم میبینیم و لذا تو چند کلمه بخوام خلاصه کنم، باز تاکید میکنم، مجددا اشاره میکنم که این به نظرم نشانه اعتبار و اصالت مقاومت ایران و گسترش مقبولیت آنها در تمام این نهادها هستش. بله، بسیار سپاسگزارم از شما پروفسور حسین سعیدیان، استاد و محقق علوم کامپیوتر در دانشگاه کانزاس، که همراه ما بودین و برامون از اهمیت بیانیه‌ای که در مجلس آریزونای آمریکا به تصویب رسیده بود برامون گفتین در حمایت از مقاومت و مردم ایران. خیلی ممنون دکتر سعیدیان، وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما. خسته نباشید. درود بر شما.